Hallo an alle und herzlich willkommen bei uns in diesem Online-Deutsch-Unterricht bei Bamboo Languages. Ich bin Sogan Varestade, Ihre Freundin und Ihre Lehrerin. Salam be hamegi. خیلی خوش اومدین به کلاس آموزش زبان آلمانی با ما بامبو لنگویجز. من سوگند وارستاده هستم. ما میخواییم شما رو در طول مسیر شیرین یادگیری زبان آلمانی همراهی بکنیم. هر جای دنیا که هستین ما با هم آلمانی رو ساده یاد میگیریم و این امکان برای شما فراهم میشه که بتونین خیلی راحت چه در کشور آلمانی زبان چه هر جای دیگه آلمانی صحبت بکنین. برای اینکه از ما حمایت کنین تا بتونیم ویدیوهای بهتر و بیشتری بسازیم حتما سابسکرایب بکنین. طبق روال همیشه میریم که با الفابت یا الفبا شروع بکنیم. Lass uns anfangen. شروع میکنیم با حرف اول الفابت آ. آ با صدای آ. الفابت ب با صدای ب. بایشبیل بوخ. س با صدای س مثل کافه. کافه میریم. د با صدای د مثل درای. ای با صدای ای مثل آیس. نکته ای که تو ای هست اینه که ما تو انگلیسی اینو ای میخونیم. اینو اشتباه نکنین. ای نه ای. ای. اف با صدای اف یا ف مثل فنف. پنج. فنف. گ با صدای گ مثل گیرافه. مثل گروس. ها برخلاف انگلیسی ایچ نیست. ها با صدای ها مثل ها. ای نه آی. ای با صدای ای مثل اینزکت. یوت با صدای ی یعنی جی نداره این هیچ وقت تو آلمانی. مثل یاکه. یاکه جاکت. کا با صدای کا بایشبیل کونیش. ال با صدای ال مثل لغا. لغرین. ام با صدای ام ملونه. ان با همون صدای ان مثل نخت. او او بایشبیل اوبست. پ پ پاکت. کو همون کو یا کوه. معمولا اگه یو داشته باشه اینجوری و داره. مثل کوارک. اغ با همون اغ مثل غاد در ابتدای کلمه. اس همون اس معمولا صدای ز میده. حتی اس میده بعضی جاها که بعداً بهش اشاره میکنیم صدای ش میده. اینجا زانه. زانه. ت با همون صدای ت مثل تافل. یو در واقع او نه یو. مثل اوا. اوا ساعت. فاو با صدای فاو مثل فیا. عدد چهار. بایشبیل فیا. وی با صدای وی مثل وکا. وکا. ایکس با صدای ایکس مثل زیلوفون. ولی اول کلمه میبینید ما هیچ وقت نمیگیم ایکس. تو انگلیسی هم همینه میگیم زیلوفون. اوپسیلون یا همون یه با صدای یه بایشبیل یوگا. یوگا. این زد نیست. این سته. یه چیزی بین ز و ت. قشنگ از بین دوتا دندونا میاد. ست. سال. عدد. سال. حالا میرسیم به این حروفی که گفتم به زبان و الفبای آلمانی اضافه شده. این حروف ها میبینین. این ستا همون آ، او و او هستن که دوتا نقطه بالاشون داریم. به اینا میگیم املاوت. حالا میخونیمشون. آ املاوت. صدای ای میده. مثلا وسط کلمه بخوام براتون مثال بزنم. ارگنسن. ارگنسن. ولی ای کشیده. نه خیلی کوتاه. ارگنسن. او املاوت باشه. او املاوت. صدای او میده. او. نه او. این اوبست بود. این صدای او میداد. این او. استرایش. کشور اتریش.
استرایش. پس این او بود، این او بود. او املاوت، صدای او میده. این او بود ولی این اوبا، اوبا. اوبن، اوبن. میرسیم به اس سیت که در واقع از دو تا اس تشکیل شده. تو یه سری از ورتربوخ های لغتنامه ها هنوز هم یک سری فعل ها یا با اس سیت نوشته میشه، به حالت دیگهش با دو تا اس هم هست. یعنی اگر که دیدین جایی نداره خب غلط نیستین. اس سیت اول کلمه معمولا استفاده نمیشه، میخونیمش شپاس با همون صدای اس، شپاس. گروس. ما با هم تو این تخته الفبای آلمانی رو یاد گرفتیم. الان همه ی حروف رو بلدیم، چجوری بنویسیم، چجوری بخونیم و حتی بلدیم تو کلمه ها چجوری دقیقاً صدا میدن. حالا چیزی که تلفظ لغات آلمانی رو سخت میکنه اینه که یک سری از این حروف پشت سر هم قرار میگیرن که ما هنوز نمیدونیم چجوری باید اونا رو بخونیم. حالا میریم تو تخته بعدی این قوانین و یک سری استثناءات از این حروف رو با هم یاد بگیریم. بزن بریم. خب حالا شروع میکنیم با قانون اولمون. زمانی که اس سه ها داریم، میگم اس سه ها چون همین الان حرفای آلمانی یاد گرفتیم دیگه. پس اس سه ها، صدای ش میده، شاده. متاسفم، متاسفانه. ابشید، خداحافظی. شاده، ابشید. بعدی ت اس سه ها، ت اس سه ها معمولا صدای چه میده. کلمه‌ای که ما اصلا بیشتر باش سر کار داریم، دویچ، دویچ. یا کلمه چوس یعنی بای بای، یعنی خداحافظی خیلی محاوره‌ایه. میریم سراغ قانون بعدیمون، سه ها. سه ها میتونه دو تا صدا داشته باشه، یا خه یا شه. بعد این شم شه فارسی نیستا، یه ذره شه یه که انگار گیر میکنه، شه زو. مثلا اگر که ما قبلش وکال یا حروف صدا داریم، مثل حروف صدا دار املاوت دار، ای یا ای داشته باشیم، معمولا صدای شه میده، شه. مثل گش پخش، مکالمه. گش پخش، مکالمه. ولی اگر که بقیه حروف داشته باشیم معمولا صدای خ میده، شپراخه، زبان. شپراخه. میریم سر قانون بعدیمون، تیون. در واقع ت ای او ان، تیون. مثل لکسیون، اینو تو انگلیسی ما میخونیم شن ولی اینجا میخونیم تیون. لکسیون، درس. پوزیسیون، جایگاه، اون پوزیشن، پوزیسیون. حالا میریم سراغ اس. اس رو گفتم که صدای ز یا صدای اس میده. حالا بریم ببینیم که کجاها چه صدای دیگه ای میتونه بده. معمولا صدای صدای ز، مثل زونه، آفتاب، خورشید. زمستا، ترم. زونه، زمستا. توی این کلمه مثل اوس یعنی از، اوس. از حالا یا معنی دیگه ای بستگی به جمله، صدای س میده، اوس. نمیگم اوز، میگم اوس، ولی اینجا میگم زونه. حالا تو این کلمه مثل شتودیوم یا توی این کلمه مثل شپراخه، یعنی با اس تی یا اس پی، صدای ش میده، شتودیوم، شپراخه. مهم هم نیست اول کلمه باشه ها، مثل اینجا گش پخش، باز اس و پی، میبینیم صدای ش میده، گش پخش. ش هم نه، دوباره گش پخش، انگار بین دوتا دندونمون گیر میکنه، گش پخش. راجع به حرف اغ صحبت کردیم. حالا من میخوام نحوه تلفظهای مختلفش رو بگم. ما توی آلمان خب لهجه‌های مختلف داریم تو زبان آلمانی. این بستگی به جایی که شما زندگی میکنین یا میخواین توی زندگی بکنین داره. ولی کلن امروز و جلسات دیگه من راجع به اون لهجه‌ای صحبت میکنم که ما تو کلاس‌های آموزشی و کتاب‌های آموزشی میبینیم. لهجه‌ای که رایج‌تر برای آموزش دادن. یعنی لهجه‌های دیگه غلط نیستا، ولی خب این رایج تره. مثلا اغ اینجا آغ بایت، ما معمولا اغ رو گفتیم میگیم غ دیگه، مثل غاوس. ولی تو کلمه مثل آبایت به معنای کار میکشیم کلمه رو، نمیگیم آغ،
آبایت میگیم آبایت. انگار یه عین فارسی داره. آبایت. راوس بیرون یا به بیرون. آبایت کار. پس یه بار دیگه آبایت. راوس. همینجا برمیگردم. شپراخه زبان. شپراخه. حالا مثلا توی زود دوش یعنی جنوب آلمان یا لهجه‌ای که تو سوئیس دارن معمولا اینو ار یعنی ر تلفظ میکنن. نمیگن شپراخه. میگن شپراخه. ما همون شپراخه رو ادامه میدیم. پس آبایت کار راوس خارج. میریم سراغ ار معمولا در پایان کلمه ها. ار پایان کلمه من نمیخونمش کاینر. نمیخونمش کاینر. میبرمش بالا. میخونمش کاینا. هیچ کدوم. میخونمش اوبا. بالای راجبه. بستگی به اینکه با چی میاد. کاینا. اوبا. او رو که خونده بودیم. او املاوتو چجوری میخونیم. هیچ کدوم. بالا یا راجبه. پس کاینا یا اوبا. میرسیم به این. ای گه. در پایان کلمه. اینو هم شه میخونن. و توجه کنین. شه. نه شه. شه. هم شه میخونن. هم گه میخونن. طبق همون چیزی که اینجا گفتم ما راجع به اون شه که رایج تره صحبت میکنیم. مثل کلمه ویشتیش. مهم. ویشتیش. هم اینجا به خاطر اینکه ای دارم میخونمش شه. هم اینجا میخونمش شه. ویشتیش. حالا اینجا ما یه جور ترکیبی از دوتا قانون داریم. ما خوندیم و میدونیم الان که اگر در انتهای هر کلمه ای گه بیاد مثل کلمه ویشتیش ما اینو میخونیمش شه. ویشتیش. حالا اگه ا هم در پایان هر کلمه بیاد میخونیمش آ. یعنی کاینا. اوبا. حالا اینجا تا اینجا با هم ترکیب میشه. من کلمه ویشتیشو دارم. میام بهش ا اغ اضافه میکنم. معنیش میشه مهمتر. اینو نمیخونمش ویشتیشا. این شه میشه گه. میخونمش ویشتی گا. این یه سری از قانونامون بود. یه چند تا قانون دیگه هم مونده. اونا رو هم بخونیم که کامل این تلفظامون تموم بشه. پس در تخته بعدی با من همراه باشین. خب بریم با ادامه قانونا. اینجا ما دو تا آ داریم. آ آ. میدونیم صدای آ میده. حالا بحث اینه که دو تا آ چه صدایی میده. همونه فقط کشیده تر. یعنی یه آ کشیده. مثل کلمه شتات. شتات. استا هم که خونده بودیم دیگه. شتات. صدای ش میده. شتات. به معنای دولت. قانون بعدیمون. آ ای. آ ای. صدای آی میده. مای. ماه می. ماینز. شهر ماینز در آلمان. پس صدای آی میده. مای. ماینز. آ او. صدای او میده. هاوس. خونه. هاوس. یا اوتو اگه اول کلمه بیاد. اوتو. اتومبیل. یک بار دیگه. هاوس. اوتو. حالا چیز جالب چیه؟ این که ما میدونستیم که آوملاوت صدای ای میده دیگه. مثل کلمه ارگنسن. کامل کنین، تکمیل کنین. ارگنسن یا ارگنسونگ. صدای ای میده. ولی همین آوملاوت اگه با او بیاد صدای اوی میده. یعنی اینجا من داشتم هاوس. اینجا جمعشو دارم هویزا. دو تا تغییر کرد. هم این به خاطر املاوتش شد اوی. هم اون اسه هاوس شد زه. هویزا. خونه ها. یا اویسرن. بیان کردن. ابراز کردن. اویسرن. هویزا. آ املاوت. او. اوی. یک بار دیگه. هویزا. اویسرن. قانون بعدیمون دقیقا مثل این مای بود. آئی. این ای ایه. همون صدا رو میده. میگفتم مای. اینجا میگم هایسن. ای ای. پس صدای آی میده. هایسن. خوندیم تخته قبل. آبایت. آبایت. آی. آبایت. این ای و ای بود. این ای و ای. اون صدای آی میداد. این صدای ای میده. ای کشیده. ویدا. دوباره. ویدا. یا انتهای کلمه بیاد. شتودیه.
شتودیه، مطالعه، یک استادی که انجام شده، شتودیه. اینو ولی کشیدم و گفتم شتودیه، نگفتم شتودی، ولی اینو میگم ویدا. ویدا. میریم سراغ اچ یا ها. ها در الفابت آلمانی. ها، ها اگر وسط کلمه بیاد، اولش که بیاد مثل هاوس، مثل هایزا، با ه شروع میشه، قشنگ صدای ه میده، هاوس، هایزا. ولی اگه وسط کلمه بیاد در دو طرفش وکال باشه یا حروف صدا داره آلمانی، ما اون حرف رو میکشیم، یعنی این ه رو بیان نمیکنیم، صرفا به صورت کشیده میبریمش، کشیده میگیمش. مثل زه، یعنی خیلی، نمیگیم زهر، میگیم زه. نمیگیم فاغن، 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 رانندگی کردن، روندن اتومبیل، فاغن. خب این بود از جلسه امروز ما. ما امروز با هم الفابت آلمانی رو یاد گرفتیم، تلفظ حروف رو یاد گرفتیم، یه سری استثناء و قوانین حروف و کلمه ها رو یاد گرفتیم. این کلمه رو احتمالاً خیلیاتون دیدین یا شنیدین، میشناسین. ولی خب چون خیلی از قانونایی که ما امروز یاد گرفتیم توش استفاده شده، به عنوان تکلیف این جلسه‌تون لطفاً تلفظ صحیحشو، حالا میخواین به حروف انگلیسی، میخواین به حروف فارسی، توی کامنت‌ها برای من بنویسین. حتماً چک میکنم، جواب میدم و جلسه بعد جواب و تلفظ صحیح این کلمه رو اول جلسه میگم. خب دوستای عزیز، این بود از جلسه اول ما. ما امروز با هم الفبای آلمانی یا الفابت آلمانی رو یاد گرفتیم، یه سری تلفظا، قانوناش، استثناهاش رو یاد گرفتیم، یه تکلیف کوچولو هم داشتیم که حتما یادتون نره تو کامنت ها برای من بنویسین تلفظ درست کلمه رو. کلن امروز شاید به نظر شما یه ذره این قانونا زیاد بیاد، ولی از اونجایی که زبان آلمانی ما هرچی که می‌نویسیم و می‌خونیم، شما با تمرین و تمرین و تمرین حتما موفق خواهید شد که تا حتی واقعا بهتون بگم یکی دو هفته دیگه بتونین آلمانی رو کامل و دقیق بخونین، چون همینقدر قانون برای ما کافی بود. ولی تمرین به هیچ وجه فراموشتون نشه. آلمانی یه ضرب المثل دارن، میگن که اوبون مختن مایستا، همون فارسی کار نیکو کردن است، پر کردن است خودمونه. همیشه ما با تمرین میدونیم که به جاهای خوبی میرسیم. لطفاً با لایکاتون، با سابسکرایب از ما حمایت بکنین تا بتونیم براتون ویدیوهای بهتر و بیشتری بسازیم. خیلی ممنون از اینکه این ویدیوهای ما رو دیدین. Wirklich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später.